البته یه ذره بر من عجیبه که چطور اهالی ساختمون یه دفعه دور هم جمع شدن، چون معمولا نیستید. ما برای شارژ خیلی مراجعه میکنید برای خونتون، ولی تشریف ندارید. دلیلشو نمیدونم. میخواید شما بگید؟ یه لحظه اجازه بدید. میخواید شما از شما شروع کنید؟ بله آقا، ما مهمون داشتیم، 20 نفر مهمون، غذا سفارش دادم، قرمه سبزی، اینترنت قطع شد، فقط لوبیا اومده. من چیکار کنم با 20 تا لوبیا؟ 20 تا دونه لوبیا؟ نه خیلی، 20 پرس لوبیا اومده. من روم نشد اینو بذارم جلو مهمونم. خب من واقعا بابت این لوبیاتون عذرخواهی میکنم. شما؟ آقا منم که خودت مشتری میدونی عطاری دارم. الان دو هفته است من نتونستم یه گلگاو زبون با زنیان بفروشم به ملت. الان همین منطقه خودمون در رو وا کنه، همه یا دلدرد دارن یا بی اعصابن. من الان باید چیکار کنم؟ راست میگی. سنبولتیب خدا... داری هنوز؟ نه دیگه تموم شد آقا. استقدوس؟ استقدوس فردا اگه اینترنت رو درست شد انشاءالله. چشم میگم. شما بفهمید؟ شما به نظرم اگه نمیتونی مدیریت کنی، مدیریت رو بدیم به کس دیگه. الان من معلم دارم به شاگردام درس میدم، همه معلم ها رفتن رسیدن به ج، ما هنوز موندیم روی ب، حداقل باید میرسیدیم به د، ولی اصلا به هیچ جا نرسیدیم. من اصلا دیگه نمیتونم درس بدم به شاگردام. شما شاگرداتون گیر نمیدن به موهات؟ چرا؟ خیلی دوست. خوشگله ها، ولی در مورد اونم صحبت میکنیم. چشم. شما؟ من که دیگه خسته شدم انقدر به شما گفتم. اگه قرار نیست درست بشه بگو آقا، اصلا قرار نیست ما درست کنیم این اینترنت اینجا رو. من دارم از این رو نون در میارم آقا. نون؟ شما مثلا؟ آره دیگه، نون زندگیمو در میارم. کار میکنم. نمیدونم تا کی باید بگیم. من یکی خسته شدم. دوستان حالا انرژی دارن بگن، من دیگه ندارم. 4 تا قبض میخوام پرداخت کنم. میزنه تراکنش با موفقیت انجام شد، بعد نصفش از حسابم کسر میشه. مدیونی داره، من از این پولا نخوردم. خوردم؟ اون آقا رو بیدار کن. سلام. بفرما آقا شهروز، شما اینجا؟ بله، من از خانم جنرقه نامه دارم که یه حضور داشته باشم. بابت چی؟ شما سرایی داریم این نباید باشی؟ بفرما خانم، بفرما. همونطور که در جریانید، من شیرنی آنلاین میفروختم. الان تمام شیرنی ها تو خونم رو دستم مونده. خب من پول ندارم جا بگیرم شیرنی پزی بزنم، بعد الان چجوری این شیرنی ها رو به دست مشتریان برسونم؟ ببخشید، چرا حالا گفتید آنلاین؟ بهتر بگیم برخط. چرا برخط؟ خب میخوام داغ داغ به دست مشتری برسه. آه. اینجوری دیر میرسه، مشتری اعتراض داره، میگه تازه نیست، من میخوام تازه بدم، بخوره، کیف کنه، راضی باشه. آفرین. شما؟ من بدتر از ایشون. ایشون محصولاشو دوست داره داغ داغ تقدیم مشتریاش کنه، مال من سرد سرد. ماسبندی دارم آقا، ماسبندی، کوزه کوزه ماستا مونده، 2 ساعت این ور اونور بشه ترش میشه. چیکارش کنم؟ دوغش کنم؟ دوغا بمونه چیکارش کنم؟ شما بگو. شما میل میکنی دوغ بیارن در خونتون؟ من یه چیزی خدمت دوستان بگم، این که حالا کسب و کار آنلاین یا برخطه خیلی خوبه و امتیاز سرعت کار بالاتر میره، ولی یادتون باشه اینجا واحد تجاری نیست. اینجا ساختمانیه که یه چیزایی باید رعایت کردیم، یعنی حد و استانداردتون رو حفظ کنیم. یعنی دیگه. کسی کاری نداره. خیلی هم خوبه که برخط بشید و آنلاین به قول این تلفظ غربیش کاسبی را بندازید، ولی مجوز کسب رو باید داشته باشید. اینجا ساختمان تجاری نیست، اینو گفتم یادتون باشه. خب به شما چی قربان؟ من ضمن تشکر بی پایان از مدیریت جنابالی خواستم عرض کنم که خدمتتون که توی این چند وقته من 70-80 میلیون تومان ضرر کردم. من کسب و کار آنلاین رو دوست دارم، غذا بپزم امروزی دیروزی، معروف بشم، پیتزا بپزم رنگی دیزی سنگی، بدم دست مردم، دعامون کنم، ولی متضرر شدم. سپاسگزارم. ببخشید، مگه پیتزا سیاه‌سفیده که شما رنگی میخوای بشه؟ ما پیتزاهای ویژه داریم، مخصوص داریم، فوق ویژه داریم، فوق ویژه داریم. به خاطر همین دیگه باید پیتزاهامون
تبلیغ بشه، معروف بشه. بله بله. ممنونم. خب خسته نباشید. خب یه سوالی داشتم، ببخشید. من اصلا نه. من مدیر ساختمونم دوستان. من اولین کاری که میکنم گرفتن شارژه. تذکر دادن بابت مصرف آب و مسائل دیگه است. البته در مورد این اینترنت همگانی بله بله حرفی دارید، من در خدمتم. این موزلات رو با هم رسیدگی میکنیم و چشم. فقط لطفاً این روی تجاری بودن اینجا و مسکونی بودن اینجا خیلی تاکید دارم که حواستون باشه. بوی مواد غذایی که بیاد ما متوجه میشیم که در خانه آشپزخونه زده شده و غیر قانونیه. ولی بابت این اینترنت خیلی هم خوبه، کسب و کار به قولی برخط دستون درد نکنه. چشم، من رسیدگی میکنم به شرطی که شما هم شارژتون رو لطف کنید، چون قراره آب رو قطع کنن. اگر شارژ آب رو ندید و برای خرج آسانسور هزینه داره. چشم، من رسیدگی میکنم. یک کف مرتب به افتخار خودتون. آقای شهروز خان، آقا رو بیدار کن. سلام. سلام. عزیزم شهروز جان، جلسه تموم شد. بله بله، دوستان رو راهنمایی کن. خودت هم تشریف ببر توی لابی سر پستت. برو اونجا یه چرت توپل بزن. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. خیلی مثبت ثمر. بله بله. حضور شما همیشه اینجوری بوده. بفرمایید. بالاخره متوجه شدی یا نه؟ نگران اون نباشم، اون آدم خوششانسیه. چی خوششانسیه؟ اما از اون آدم های جلبه. نمیشناسیش تو. چی بگم والله؟ خیلی جلب. خب، اینم ردیف شد. دست شما درد نکنه. بسیار عالی. سلام. سلام خانم. خوش اومدید. ببین خانم محترم، به تو حرفی که قرار آخر بزنم، همین اول بهت بزنم. دوشنبه ساعت 5 بعد از ظهر قرار ملاقات داریم. خیلی خوب، اگه خانم دکتر راجب خواستگاری چیزی گفت و جوابش مثبت بود که فبها قرار کنسل میشه، اما اگه جوابش منفی بود میفته برای سه شنبه دیگه. شما سعی کن تلاش تو بکنی تا نتیجه بگیری. به به، مبارکا باش آقا دلشاد. چرا خاموش خانم دکتر رو؟ ببخشید شما این خانم. بله. مثلا به جان ای بردم. ببخشید. فرشتم پوران هستم. پوران همیشگی. بله بله، در خدمت شما هستم. فرشت. من در خدمتتونم. ببخشید شما رو اشتباه گرفتم با یه خانمی دیگه. آها. بله. خیلی خوب. آره. یعنی نباید میومدم اینجا الان. من کی گفتم نباید میومدید؟ من متوجه شما نشم. حالا تشریف فرمایید که نگه رو قدمتون رو چشم. برای چی تشریف آوردید؟ اومدم که مطلبی رو خدمتتون عرض بکنم. من سراپا گوشم. آه. بله، می‌خواستم بگم که چیزه، باید یه میخواستم بگم که باید تکلیف سدونگ این مغازه خیلی زود مشخص بشه. اتفاق افتاده؟ مگه مشخص نی؟ چرا مشخص هست، ولی به نظر من باید خیلی مشخص تر بشه. یعنی منظورم اینه که یا باید شما سدونگ ما رو بخرین یا ما سدونگ شما رو بخریم. واقعا میدونی مخارج زندگی نوزه خیلی زیاد شده. پرویزم که از این مغازه درآمد زیادی نداره، اصلا خرج و برج ما با هم دیگه نمیخونه. درست. من گفتم شما بیاین سدونگ ما رو بخرین، ما پول اونو بندازیم توی کسب و کاری. شما هم که دیگه بالاخره میخواین به امورات خودتون برسین، کل مغازه رو داشته باشین، مسلما سهمتون خیلی بالاتر میره، دیگه به ما هم وابسته نیستین. گفتم بیام اینجا اینجوری. برو خانم، من پولم کجا بود سدونگ شما رو بخرم؟ در زون قبلا صحبت چه کردیم؟ من چجوری بخرم؟ دیگه به هر حال تصمیمیه که من گرفتم و به هیچ عنوان ازش کوتاه نمیام. دیگه خودتون مدیریتش بکنی. چشم، چشم. شما بفرمایید، خودتون ناراحت نکنید. ببینم چه خاکی میتونم تو سرم بریزم. بسیار خوب. دور از جونتون. فرمایشی نداریم با من؟ نه، خیلی ممنون. خیلی خب، پس من میرم دیگه. خبر از شما. باشه، خیالتون راحت. ان شاء الله که اموراتتون خیلی سریعترم راه بیفته. متشکرم. بله. خیلی متشکرم. زندگیتون سر سامون بگیره ان شاء الله. خدا نگهدار. خدا نگهدار. اینم یه داستان. بفرمایید. مثل اینکه شما هم مثل ما شانس داغونه ها. داغون مالی یه دقیقه شه.
تو ول کن بذار من حق اینو بذارم. آقا آروم باش. آقا اینو ولش کنی ببینم میخواد چیکار بکنه. چیکار بکنه؟ کارت به جای رسیده. با آبروی من داری بازی میکنی. آره؟ دیگه شما آبرو هم داری؟ ندارم. نداری؟ یه داری میزنی تو. حرف نباشه مرد حسابی. اگه خواستگاری رفتن جرمه. عزیز من خواستگاری جرم نی، ولی اینجوری که تو میری جرمه. خواستگاری یه رو دو رو سه رو یه ماه یه سال دو سال از وقتی من تو رو میشنم داری میری خواستگاری به شما رفتی نداری؟ زشت کوتاه بیایید بابا در همسایه آبرو حیثیتمون رفع کنند چیکار میکنه؟ مگه نمیدونی چیکار کرده؟ چیکار کرده؟ آقا با کارهایی که ایشون کرده امروز فردا اینجا رو پلمب میکنه، در اینجا رو میبنده. من چی جوابم؟ هر جا میری خواستگاری شماره تلفنی اینجا رو میگیره. عجب آدمی هستی تو. دیدی واقعا؟ دیدی اعتراف کرد آقا؟ قربونت برم. بله. من نمیدونم به چه حقی ایشون جواب تلفن‌های خصوصی شخصی منو میده. عجب به چه جواب بده؟ به چه حقی؟ بعدش هم آقا بله. جواب دادن به تلفن‌های شخصی من آیا بله. درسته یا غلط؟ آقا شرام شما جواب بده. بله به نظر من غلطه. غلطه اما کار شما. تمام شده رفت. شما سالار جان بله. شما بگو. آقا به نظر من کار بسیار غلط و کثیفی اصلا نباید این کارو کرد. اما تمام. اما جدی تمام. یعنی میشه تو هر جوری تلفن اینجا رو بدی. من دیگه حرفی ندارم آقا. بلم. آقا ول چرا بکنم میگین حرفی ندارم دیگه. ای بابا کوتاه بیاد یه ذره. میگم حقی نداری اینجا بیاد. تو تو بذاری قلم میکنه. جان خودم خدا رحمتت کنه اصلان خان. روحت شاد. همین خدا بیامرز همیشه میگفت من و این شهرام مایه برکت این مغازه و محلیم. حالا ما نیایم اینجا. نه داره پاشو اگلی میشه. نه 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 یه چیزی گفت. آقا دلشاد خواهش میکنم اتفاقی نیفتاده که شما خودتون اتفاقی نیفتاده. آقا اینجا پلم شد رفت رفت به کارش. چی پلم شد؟ این سری حرفا چی به کش که پلم شد؟ بله که کش که. آقا نمیدونید که آقا میگن تا سه شنبه ساعت 5 بعد از ظهر اگه تکلیف اون خواستگار قبلی و طلبکار فعلی روشن نشه رسما اینجا پلم میشه. پلم میشه که میشه. بعدش میشه دیگه. آقای دلشاد قربونت برم. دستمو ول کن. شما با من چیکار کردی؟ با ما چی دستمو میگم ول کن آقا. با خودت چیکار کردی؟ با همه ما چیکار کردی؟ حقته حقته. بعدش هم میدونستی شما با جواب دادن به تلفن‌های شخصی من یعنی بهرام خان با زندگی ما بازی کردی. خواهش میکنم. من خواهش میکنم ازتون بیاین به هم سلام کنیم. تموم بیاین تموم شه این کدورت ها. سلامی مثل صمیمیت ها به دوستی ها. من یه دقیقه برم الان با عزت میام. جای دعوا. شما کجا؟ جان شما کجا؟ بفرما. تحویل بگی. خودش کمه رفیقش هم برداشته اونجا. آقا مگه هتله؟ آقا دلشاد آقا من حرفی زدم. اجازه بفرمایید مگه من حرفی زدم؟ من گفتم میخوام برم داشتم. من چیزی گفتم آقا؟ من چیزی گفتم؟ نه همین می‌خواستی بگی. خب دیگه برای چی من خودتون عصبانی می‌کنید؟ من حرفی ندارم. خودش کمینم باشه آورده اینجا. من خواهش می‌کنم ازتون بابا من تو میام دارم دستشویی می‌کنم. من خواهش می‌کنم پس منو قاطی دعوای شخصیتون دیگه نکنید. برو آقا کلیت رکید برو وایساده اینجا. بفرمایید. خدایا من دست اینا دارم دیوونه میشم. واقعا دارم دیوونه میشم. یه فکری برای من بکن. برام خان یه کاری بکن. اینجوری نمیشه بابا. آرشگاه تعطیل بشه بدبخت میشی. من کجا بخوابم؟ ای بابا همش برام خان. برام جان قربونت برم. همیشه از اول همینجوری بوده. هر جایی را اینو میزنن خراب میکنن زنگ میزنن به من میگن برام خان بیا درستش کن. برام خان اینجا، برام خان اونجا، برام خان همه جا. تو جیب ما رو نزن. برام خان اینجا اونجا رو پیش کشه. آقا زشته با نمیشه که آرشگاه تعطیل نمیتونه بشه که. آقا شوخی بردار نیستش. خودش میگه من اشتباهی کردم خودم هم جبران میکنم. آقا اصلا میره باش ازدواج میکنه. آقا بزن به افتخار این دونو گلوش ازدواج میکنه. بله بزن دست قشنگرو. بهرام جان من از همینجا به تبریک عرض میکنم. قربون تو یکی برم دوستت دارم. نمیخوادم اونجا تبریک بگی. ساده ای سالار عزیز منی ازدواج کن نیست که. 20 ساله که میشناسمش میخواد ازدواج کنه. آقا خودم میدونم. آقا من یه سوالی واسم پیش اومد اصلا فرای همه این ماجراها. شما این همه سال رفتی در خونه مردم، این همه سال خواستگاری کردی، این همه تجربه اندوختی، واقعا یه نفر رو پیدا نکردی مناسب شما باشه؟ سالار جان دست تو دلم نذار که خونه چرا؟ مرد حسابی خیلی زیاد به وفور. میدونید چیه داستان؟ داستان اینه که من وقتی میرم جلو با این خواستگار تا میام با رفتار و اخلاق و کردارش عادت کنم یه خواستگار دیگه پیدا میکنم. این میشه که کلا من همه چی رو فراموش میکنم. اون با اخلاق تو نباید سازگار بشه. فقط تو باید با اخلاق اون سازگار بشه. آره خودم میدونم مقصر خودتی. بخند. چرا؟ بله
وقتی پوراخانو بعد یه هفته اومد گفت اینجا رو تخلیه کنید خالی کنید، اون موقع دیدن داره چهره خندان شما، ببینم اونجا میخندید یا نه. ببخشید من یه سوالی واسم پیش اومد، الان این وسط ماجرای پوران خانم چیه؟ چرا میخواد اینجا رو تعطیل کنه؟ بابا من یه جورایی هم حقم، چجوری براتون بگم؟ راحت با من راحت باش دلشاد. بعد چندین و چند سال که با اون خدا بیامرز شهید بودم، پورا خانم اومده اینجا، میدونی چی میگه؟ میگه این صدون نمیصرفه برای ما، دخل و مخارج زیاد شده، برای من نمیصرفه. آقا دلشاد یا سهم منه بخر صدونگشو، یا صدونگتو بفروش. آخه من کجا دارم؟ آقا کف دست مو نداره بکن، من کجا بیارم؟ چه خیلی بد شد، یعنی هیچ راهی نداره؟ چه میدونم بالا، چه راهی داره؟ ولی من یه فکری دارم. نگو. قبل همه اینا شما بگو ببینم دقیقاً چقدر وقت داری؟ فکر کنم یه هفته. خوبه، یه هفته خوبه، توی هفته میشه یه کارایی کرد. چه کاری؟ آقا فکر من اینه، من میگم یه سری کارا بعد انجام بدیم. خوب. اینجا مشتریش زیاد بشه، رونق بگیره. رونق که بگیره اون وقت پوران خانم امکان داره از تصمیمش صرف نظر بکنه. شاید، شاید. پیشنهاد خوبیه. میگم آخه سالار جان، این فکری که تو داری عزیز من، اینقدر به سلولای خاکستری اون مغز نازنینت فشار نیار عزیزم. آخه این چیه؟ یعنی تو چی فکر کردی؟ یعنی فکر کردی که به عقل کسی دیگه ای نمیرسید؟ یعنی تو فکر کردی با یه قیچی و یه شونه میتونی کاری بکنی؟ پیشنهاد شما چیه؟ رونق بگیره. اجازه بدید دارم توضیح میدم عمو دلشاد، که اینجا جوری رونق بگیره که نتونه کارش انجام بده. مثلا طرف این حرفو چی داری میزنی عزیز من؟ من یه پیشنهاد خیلی ویژه و خوب دارم. اون پیشنهاد رو بگو که راه حل. شرم جون پیشنهادت بده. خواهش میکنم. من پیشنهادم اینه که بریم از مغازه چند تا کارتون بگیریم، روزنامه بگیریم، بیایم قشنگ دونه دونه این وسایل رو جمع بکنیم، بذاریم تو کارتون، چارتایی کمک کنیم جلو تخلیه کنیم هر چه زودتر. من برم میشین سه نفر، بهرام هم بره میشین دو نفر. آقا همونجایی که بودی بفرمایید. چه پیشنهاد داد؟ باز خوش نشستم اونجا فکر کردم. آقا بسیار پیشنهاد. کارتون بگیریم اینجا رو خالی کنیم. بله. همه ما داریم تو این فکریم اینجا تعطیل نشه. آقا شما برگرد سر جات. من این فکر بهتری دارم. بگو اون فکر تو. آقا پیشنهادت بگو دیگه. من پیشنهاد دارم ولی همتون جمع شید اینجا بهتون بگم. جمع شید. آقا فیلسوف تاکی بیار. دست نزن به من. جمع شید. دستتو شو. ببین. عزیز من اون مجله ها رو بده همه رو خون دیگه الکی ها برو بده نزم اونجا. الان اون نوبت اون یکیه دیگه، داره دونه دونه نگاه میکنی. چشم چشم به شما میرسم، امرو پرویز نیست، دست تنها هم، ولی به همه تو میرسم، نگران نباش. آقایون دامادا چند نفر هستن؟ دستا بالا لطفا. خوبه، ایشون چی هستن؟ باید من ایشون ساقدوش هستم، منم دوماد آینده هستم. آه خیلی هم عالی. من میگم ایشون یه ذره چهره شون مشکوکه، فکر کنم اینجای دیدم ایشون کلاه اینک گذاشتن. نه اصلا شغلش ساقدوشه، همیشه میاد اینجا کمک میکنه در کنار دوماد هست. ببخشید سوال دیگه شهرام جان، چقدر زود زود دارم مجله رو ورق میزنم خواهش میکنم. ایشون سواد نداره، فقط عکساشو نگاه میکنه. یه مجله عکس بهش بدید بنده دارن دیگه، همه عکسا رو دیدی دیگه عزیز من. بسیار عالی. میخوای گوشیمو بدم من عکس؟ کار شما تمومه. خب آقایون دامادها توجه بکنید. بفهمید. توجه کنید خوبه. حمید آقا 15 سال وقتش بسته بود. همینشون؟ بله بله همینشون. از وقتی اومد سلمونی بزکزاده وقتش باز شد، الان 500 کیلومتر راه رو اومده، دوباره همین سلمونی که موهای دومادشو بزنه. به افتخارش. به افتخارش. خواهش می‌کنم عزیزم با اون گوشی بازی نکن تا بلند نشدم بشینم دوباره سر جام. شما هم همینجور می‌نازم به نفر آخر ها. چون اصلا من نمیدونم چجوری به این دختر دادن اصلا با این اخلاقش. آقا شهرام از انسانهای درجهی که محل هستن، بزن به افتخاره. آقا بزن به افتخاره. تمام دامادهای عزیزی که از راه دور و از راه نزدیک، چه با وسیله شخصی چه با وسیله عمومی خودشون اومدن و باعث تسلای خاطر آقا دلشاد شدن، بهتون تبریک عرض میکنم و بهتون باید یادآور بشم که آقای بزکزاده همیشه آرزوش همین بود که سلمونیش پر از داماد باشه. به افتخارش. آره بزن. بگو امروز دامادا تخفیفم داره. بله امروز تخفیف بسیار ویژه داریم. ویژه. ویژه داریم. آقا سالار توضیح بده. خواهش میکنم. خواهش من در ابتدای این قضیه رو خدمتتون عرض کنم، صحبت آقای بزکزاده شد، یاد ایشون رو گرامی میداریم و خاطره شون رو حفظ میکنیم. همه با هم دیگه یک صدا روح شاد. یک دو سه روح شاد. واقعا خدا رحمت. بله امروز ما یک تخفیف ویژه‌ای برای دامادهای عزیز در نظر گرفتیم. آقا صحبت داریم میکنم، گوش کن دیگه، گلدون پرت میکنم سمت تو، داریم راجع به تخفیف صحبت میکنیم. دامادهای عزیزی که امروز مراجعه کردن به سلمونی بزکزاده و آقا دلشاد عزیز، از تخفیف ویژه 25% استفاده میکنن. دوستان عزیز ببهم. توجه داشته باشید، هر دو کله یک کله رایگان کوتاه میشه توسط آقا دلشاد. یعنی بچه تونو میتونید بیارید. اون رایگانه،
اون کاسه آقا پرویز هست؟ آره بله بله. اون کاسه آقا پرویز هم زیر هست کاسه شو. بله خدمتتون عرض بکنم که توجه بکنید دوستان من و دوستان آقا این گوشی رو از دست بدید. آقا گوشی بدید من میرم پرویز میگم در اصلا توجه به من نمیکنه. خواهش میکنم به افتخار خودتون یه دست بزنید. دوباره دست. شعار سلمونی وزگزاده دو کله بیار سه کله ببر. به به. خیلی قشنگ. بسیار عالی. بسیار عالی. خب دوستان عزیز باید خدمتتون عرض بکنم که دونه دونه میرید میشینید اونجا و یادتون باشه که انعام کارگر از دست مزد آرایشگر واجب تره. این تمومه. تمومه. چرا قشنگ گفتی؟ خواهش آدم باید دهنتو ماسک کنه. سلام سلام. سلام سلام برام خانم. خوش اومدی. قربان. مرسی مرسی. چه آرایشگاه شلوغی. اصلا آدم خیلی شلوغه. به 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 به. به سلامتی همه این عزیزان داماد هستن دیگه. بله بله. نه لالوها بله. یکی دو تا ساقدوش هم داری ولی اکثرا دامادن. بله. همه برای اصلاح اومدن. خب خب می‌بینم که کسب و کارتون خیلی رونق گرفته سرتونم شلوغ آقا دلشاد. می‌دونی جریان چیه پونه خانم؟ بله از وقتی ما تو فضای مجازی تبلیغ آرایش‌های وزگزاده رو زدیم خب کارا رو به غلطکه. آره یعنی داره اوضاع بهتر میشه. بله. حالا خیلی دلتون هم خوش نکنین. آقا میدونین چرا؟ چون بالاخره باید کم کم اینجا جمع بشه. آرشگاه تعطیل بشه. شما هم که دنبال یه شغل دیگه باشین. چون من دیگه رو تصمیم خودم قاطع قاطعم. برای چی؟ یعنی چی؟ دیگه به هر موضوع چیه؟ موضوع نداره دیگه. اصلا اینا رو ول کنین. خانم دکتر چطورن؟ خوبن؟ یعنی که به هر حالی که گفتم دیگه خدمت. بابا این پیرمرد انقدر اذیت نکنید. آخر عمری باید کجا کار بکنه؟ آقا دلشاد دستم به دامنت. چی شده؟ داره میاد. آقا مشتری لازم نیست. میبینی که چند تا مشتری دارم. دستنا پرویزم نیست. آقا مشتری چه قربونت برم؟ چی؟ میگم خواستگار قبلی، طلبکار فعلی داره میاد. اون موقع چیکی که مسئولت بود، تک زمسئولت بود. خب خودت برو درستش کن. بدبختی ما گیر افتادیم. آقا چیکار کنم الان؟ پناه آوردیم به تو دیگه. از دیوارو همونجا گمی که میرفتی. آها دست درد نکنی. برو برو. برو چی داره میاد؟ چی داره میگه این؟ خواستگار... آها خواستگاری رفته بود نشد. بعد بدهکارم بود. بدهکار میگه داره میاد دنبالش. آخر یه کاری دست خودش میده. آقا دلشا جانم این همون قضیه است که من سرش دلخورم دیگه. منم همینم. خب زودتر میگفتین که من همه دچار سوء تفاهم نشم. عرض کردم من یهو گفتی خانم کیه من اصلا سکته داشتم کردم. نه بابا خیر. اصلا دکتر در کار نیست دیگه. نه خیارتون اصلا دلشاد نداره. دلشاد این اخلاقا نداره. اینجوریه دلشاد. انقدر دل پاک مهربون. پس منم الان که دارم فکر میکنم یه ذره این تصمیم ما خیلی کما. یه ذره تصمیممو به تعویق میندازم. حالا بعداً راجبش به افتخار پونه خانوم. ان شاء الله که همین اینجا پرو پیمون باشه پر داماد. ان شاء الله. بفرمایید. داماد بعدی. داماد بعدی. باش آقا. باش. آقا گوشی رو ازش بگیر. اون گوشی. آقا باشو. باشو. آقا باشو. همین آقا شما بشه. آقا دلش من مزاحمتون نباشم. برم آره. شما اینجا اختیار دارید. میخواین چای براتون بریزم خستگی دارید. شما بزرگواری میکنید. سلام. اینجا آرایشگاه بزگزاده است با مدیریت این بنده حقیر دلشاد. شما عزیزان می توانید با هر سلیقه، با هر بودجه و هر زمان که مایل هستید به آرایشگاه مراجعه کنید و اصلاح کنید. خدمتتون عرض کنم که همه اهالی محل می تونن فرزندانشون رو زیر 7 سال رایگان بیارن اینجا و اصلاح کنن. دامادای عزیز با وقت قبلی می تونن نیمبه ها بیان اینجا و اصلاح کنن. یک کار دیگه هم انجام میدیم ما، خدمات پس از فروش. یعنی چی؟ یعنی هر وقت ما اصلاح کردیم راضی نبودید یا کودکان رو اصلاح کردیم راضی نبودن، این آرایش رو هی تکرار میکنیم تا رضایت شما جلب بشه. البته ناگفته نموند که پول همون قسمت اوله، بقیه اصلاح رایگان خواهد بود. میبینمتون. البته ناگفته نموند که سفارش شریک بنده است اصلان خان خدا بیامرزه. منتظرتون هستم. تو آرایشگاه این سه تا کارو نکن. با تلفنت صحبت نکن. سرتو اینقدر تکون نده. انعام ما فراموشت نشه. ما تو آرایشگاه کار میکنیم. اینجا واسه ما شهرام برام نداره. مو همه رو کوتاه میکنیم. ما تو آرایشگاه کار میکنیم. اینجا خیلی ها مودار میان کچل میرن بیرون. ما تو آرایشگاه کار میکنیم. اینجا یه عمو دلشاد داریم. درسته قیافش خیلی زمخته ولی دلش خیلی مهربونه. ما تو این آرایشگاه کار نمی کنیم.
اما این آرایشگاه خونه دوم ماست. یعنی من و بهرام بیشتر وقت زندگیمونو تو این آرایشگاه سپری میکنیم. ما با این قیچی تمام دلخوشیامونو تقسیم میکنیم و بر شانه های این آرایشگاه تکیه میدیم تا حال دلمون بهتر بشه. سه دنیا این آرایشگاه مال آقا دلشاد و سه دنیا دیگهش مال آقا پرویزه. اما تمام اهالی محل یکی یه سند شش دنگ تو این آرایشگاه دارن. این آرایشگاه با یک قرن تجربه در خدمت شماست. شیفتگان پرواز را میل به خزیدن نیست. بیایید آرایشگاه ما. بده هفت. سلام علیکم. ما توی آرایشگاه چه کار بکنیم چه کار نکنیم به کسی ربطی نداره. چون چراغ اینجا رو روشن کردیم. به قول اصلان خان خدا بیامرز که ره بره میگفت شهرام و بهرام مایه برکت این مغازن، مایه برکت این محلن. اصلا یه چیز گرم بهتون بگم، توی آرشگاه یه سری خندون میان گریون میرن، یه سری گریون میان خندون میرن. دلشاد جون به اینجا شان فکر کرده، ایشون تو صفحه مجازی یه صفحه ای درست کردن که 24 ساعتی پای اون صفحه نشسته تو دایرکت منتظر پیام ها نقد و پیشنهادهای شماست. در ضمن جنبش هم خیلی بالاست، هر چی میخواید بهش بگین. از قدیم میگن وقتی دو تا آرایشگر بیکار میشن موهای همدیگر رو کوتاه میکنن. این ویدیو رو 10,000 بار ببین، چون من راجع به آرایشگاه حرف نمیزنم. وای وای، از دست این از حساب کتاباشون با هم جور در نمیاد. دوباره همون اسم تکراری اینجا هم نوشته، بعد نصف اون ازش پول گرفته. مثلا نمیفهمم اینو چیکار کردن. خسته شدم. قربونت برم، خدا رحمتت کنه آقا جون. وقتی خودت به همه چی نظارت داشتی اصلا این اتفاقا نمیافتاد. همه چی درست بود. نگاه کن طرز نوشتن حساب کتابای مغازه. باز خوبه که خودم دارم بهشون رسیدگی میکنم. و هر روز این پرویز انگار نه انگار اینجا رو ول میکنه میره. کارم که بلد نیست. آقا دلشادم میگه پیر شده، بنده خدا خسته میشه. همین مشتریای همیشگی مغازه‌رم نمیتونه راه بندازه. منم که کاری از دستم بر نمیاد. اصلا از وقتی که تو رفتی انگار چراغ این مغازه خاموش شده. نصف مشتریامون رفتن ها. هی بابا، چقدر بهت گفتم به جای اینکه اون همه پول دادی این پرویز رو فرستادی خارج، منو میفرستادی، همه کارم برات میکردم. درس میخوندم، حواسم به تو پرویز بود، میومدم بهتون سر میزدم. الان واسه خودم یه دکتری مهندسی چیزی شده بودم. هممون از این بلا تکلیفی نجات میدادم. نگاه کن مثلا آقا دلشاد قراره حواسش به پرویز باشه، ببین چی نوشته. آقا دلشاد، یادت بابا وقتی بچه بودم میومدم مغازه چقدر همه چی خوب بود؟ چه حس خوبی داشت اینجا، شلوغ، پر از آدم های باصفا. اصلا همه تو محل یه بزکزاده میگفتن، 100 تا بزکزاده تهنشون میریخ بیرون. کاش بودی. اگه بودی من الان اینقدر مشکل نداشتم. اگه بودی شاید تکلیف زندگی منم زودتر مشخص میشه. شاید پرویز درسشو درست درمون میخون دیگه اینقدر بهونه نمیگرفت. اگه بودی همه چی خیلی قشنگتر میشه. میدونم اینجایی داری صدامو میشنم. آقا جون کاش بودی. دلم خیلی برا تنگ شد. داشتم برات میگفتم قدیما شب جمعه ها ما آرایش دوماد داشتیم. یعنی چی؟ یعنی دوماد نمیومد اینجا، ما باید میرفتیم خونش. آره، من و خدا بیامرز اصلان خان کیفامونو برمی داشتیم. خدا بیامرز.
خدا رحمت کنه همه رفتگان شما رو. کیفا رو بعد می‌داشتیم، وسایل آرایش رو می‌ذاشتیم توش، می‌رفتیم خونه داماد. چه تحویل بازاری بود، چه تحویل بازاری. آرایشگر اومده داماد رو اصلاح کنه. اول داماد رو اصلاح می‌کردیم، بعد برادر داماد و خیش و قوم داماد و همه رو. بعد تا آخر شب بزن به کوب شادی تا دلت بخواد. نه بابا. آره خیلی شلوغ می‌شد. بعد آخر شب شام. شما پدرتون در قید حیاته؟ بله بله. اینا رو یادشه. بپرس ازش. ازش شام چه شامی؟ با لب و دهنت بازی می‌کرد. بله. اون شام خوردن داره. آره بابا. ببین حالا یه چیز دیگه برات بگم. آخر شب که می‌شد دستمزد ما رو که داده بودن هیچ، یه بغچه می‌آوردن. آخه قدیما از این ظرفای یه بار مصرف نبود. تو بغچه پر میوه، شیرینی، همه رو می‌ده گره می‌کنن بفرمایید. دست شما درنه. با سلام و صلوات ما رو می‌فرستن در میون. خیلی خوب. ولی خیلی خوش شانس بودید که اون دوران رو دیدید. های 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 دیگه اون دوران نمیاد اصلا به ابد. نه نه واقعا نمیاد. ولی خوب شد، موهات خوب شد. سلام، وقتتون بخیر. سلام خانم. ببخشید مزاحمتون شدم. خواهش. من با آقا بهرام کار داشتم، هنوز نیومدن؟ آقا بهرام خوشبختانه تا الان نیومده. خب مهم نیست، حقیقتش من یه صحبت مهمی باشون داشتم که حتما باید خودشون رو میدیدم. خب اشکال نداره، شما تشریف داشته باشید، بالاخره سرکلش پیدا میشه. شما یه درصد فکر کن بهرام اینجا نیاد، حتما میاد. ممنونم، حقیقتش من خیلی وقت ندارم، باید زود برم. اگر ممکنه شما پیغام منو بهشون میرسونید؟ حتما حتما، بفرمایید شما. یادداشت میکنید؟ شما بفرمایید. در طول روز یکی دو تا این پیامو براش میاد. منم تو حضور ذهن دارم، یادداشت میکنم. بفرمایید. خب پس اگه اینجوریه لطفاً حتما بهش بگید که برای روز دوشنبه ساعت 5 عصر با خانم دکتر براشون قرار ویزیت گذاشتم. بهشون تاکید کنید که رأس ساعت حضور پیدا کنن. بهشون بگید یک دقیقه هم دیر نکنن، حتی یک دقیقه. چون که مشب خانم دکتر پرواز دارن و میرن اروپا. ببخشید، گفتید که وقت ملاقات دارن برای خانم دکتر بهرام، اتفاقی براش افتاده؟ خب راستش توموری مغزی اتفاقی نیفتاده، پیش اومده. حالا پیش اومده چیه؟ من طاقتشو دارم، من رفیقشم. شما بفرمایید چه اتفاقی براش افتاده. خدا نکره تومور مغزی داره، سکته کرده، چی شده؟ نه نه نه، راستش یه کیس جدیده، یه کیسی که به سختی پیداش کردیم. ما فقط یه عکس ازش داشتیم. دیگه بدتر شد. خواهشان به من بگید من بهش چی شده، بهرام چه اتفاقی براش افتاده. خانوم من نگرانم، چی شده آقا؟ جانم منظورتون از این حرفو چیه؟ من فقط دارم از کیس ازدواج صحبت میکنم. ازدواج؟ خب اینو از اول بگو، من داشتم سکته میکردم خانم. خب بگو ازدواجه. حقیقتش امر خیره. مبارکه، مبارکه. این خانم دکتر اصلا بهرامو دیده؟ حقیقتش عکسشو تو صفحه مجازی دیده، یه قلب ریزم واسه بهرام گذاشته. ای بابا خانوم، با دیدن یه عکس که نمیشه پایه های یک ازدواجو بنا کرد. یه عکس فقط دیده. حالا که شده، در ضمن اگه از من بپرسید بهتون میگم 50%ش حله. آخه چطوری 50%؟ با یه عکس؟ به خاطر اینکه آقا بهرام شما ایشونو پسندیده. ایشون میپسنده، من مطمئنم میپسنده. آخه خانم دکتر چجوری راضی شده؟ من بگم دوشنبه بیاد اونجا سر قرار. در هر صورت خانم دکتر به من گفتن اینو بدم خدمت شما، این کارت ویزیت خانم دکتر، هم آدرس داره هم شماره تلفن. باور کنید این یه مورد فوق استثنائیه. استثنائیه واقعا، برای بهرام استثنائیه واقعا، چه با کلاس هم از چشم. من اومدن اینو میدم خدمتشون، میگم تو خانم دکتر دوشنبه وقت گذاشته. یه دقیقه هم دیر نکنید. حتی یک دقیقه. بله بله شش. ممنونم. من دیگه دیرم شده. باید برم. خدا. حتی یک دقیقه. بله شنیدم بابا، زهرا زنده. خدا نگهدار. بهرامو داشته باش. مینی چی میگو؟ حقیقتش این آقا بهرام خیلی خوش شانسانه. من نشیدی. گفت کیس ازدواج این داستانات. بهرام و حرفا. ببخشید تلفن داره زنگ میخوره، ببخشید. خواهش میکنم. آرشکا بزگزاده، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. شما خسته نباشید. میشه گوشی رو بدین آقا بهرام؟ آقا بهرام تشریف نیاوردن. یعنی نمیاد؟ عمرن، بالاخره پیداش میشه، ولی الان نیومدن. میشه وقتی اومد پیغام منو بهش برسونید؟ بله بله حتما، چه مهم شده.
شما بفرمین. بله یادداشت میکنم. دوشنبه عصر ساعت 5:30. نه دوشنبه آقا برام یه جای دیگه قرار دارم، ببخشید. میشه قرار رو عوض کنی یه جای دیگه؟ هشت صبح؟ ساده اید شما. مگه میخواد کله پزی بره هشت صبح پاشه؟ مثل که آقا برامو نمیشناسی. این تا پاشه میشه ده روز صبح، بعد تازه پاشه دستورت بشوره و دستشویی بره و صبحونه بخوره، نزدیک ظهره. یه ساعتی دیگه قرار بذاری. باشه همون عصر ساعت 5:30 میبینمشون. باشه ساعت 5. ببخشید بگم پیام شما چی هست؟ حالا من خدمت ببخشید مشکلی پیش اومده؟ چی شده؟ بهش بگین خواستگار قبلی طلبکار فعلی، خودش میشناسه. خواستگار قبلی طلبکار فعلی خودش میفهمه. آره بهش بگو وای به حالش اگه دوباره منو سر کار بذاره. باشه حتما، خیالتون راحت باشه. فرمایشی ندارید؟ فعلا خدافظ. اوه این برام عجب عجوبه ایه. دوتا قرار میذاره. چی شده؟ طلبکار فعلی بدهکار قبلی. سلام. خوبی؟ خسته نباشی. بله داشتیم در مورد کسب و کار اینترنتی گپ میزنیم، صحبت میکردیم. خیلی خوبه نه؟ میدونید من که به شخص خودم میرم استقبال این فن و علم جدید، چون انصافا خیلی خوبه، خیلی به درد میخوره. یاد یه چیزایی میفتم، میدونید بعضی موقع یاد اتاق پرووا میفتم که باید میرفتیم با بدبختی حضوری، میگفتن بفرمایید اینجا، یه شلوار میدادن. بعد انقدر اتاق پرووا کوچیک بود که در که میبستی نمیتونستی شلوار رو پات کنی، هی تق با کله میزدم در باز میشد. دیدید این کوچیکا اتاق پرووا چیه این آخه؟ یه ذره بزرگترش کن. همیشه من درگیرم اونجا، لباس خامه یه ذره توپل مپل هم من بودم، در هر صورت یه خسارت میزدم، یا یه جا رو میشکستم یه تیکر در رو، یا چفت در میرفت لنگ من میرفت بیرون برای اینکه شلوارم پا کنم. بعد حالا این خوبه، بعضی وقتا اون دوست کاسه بمونم خیلی صمیمی، هی یه دفعه در رو با میکرد چیزی نمیخواه، گفتم نه نمیخوام، در رو بند دارم لباس عوض میکنم، دوباره در باز میکرد میگفت این یکی شلوارم بپوش. البته اینو از رو محبتشون انجام میدادن. ولی الان کسب کار اینترنتی راه هست. لطفا این بله شماره 36 این رنگشو بذار یه بار تنم کنم، مثلا نمونه عکستون جاست، تیک 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 اینجوری. نه بهم نمیاد. اون یکی پیرم تیشرت رو میخوام امتحان کنم. تیت یه دور مدل از خودت هست اینجوری میزنید، خیلی باحاله. من استقبال میکنم، خیلی باحاله، یعنی چیزای خوب داره. همین زیاده، اگه بخوام بگم همینجوری تا دو روز حرف میزنم برات.